سلام، شب همه دوستان عزیز مجددا به خیر باشه. ما متاسفانه به دلیل اینکه گوشی من کلا از کار افتاد مجبور شدیم گوشی رو تغییر بدم و با یه گوشی دیگری اینستاگرام رو نصب کردم و ورود کردم. امیدوارم که دوستان عزیز ورود بکنن و ما بتونیم به اصطلاح لایو او بخش پایانی رو ادامه بدیم. جناب آقای پاقدم عزیز اگر لطف بکنن به جمع ما بپیوندن و حضور داشته باشن و ما بتونیم دوستان عزیز دعوت کنیم تشریف برن ممنون میشم. جناب آقای پاقدم اگر لطف کنین یه پیامی بریم درخواستی رو ارسال بکنیم که من بتونم شما رو بیارم. من درخواست برای باقدم فرستادم برای آقای دکتر داوودی هم اگر به جمع ما بپیوندن. سلام و عرض ادب آقای باقدم عزیز. ببخشید من گوشیم یه دفعه مثل اینکه اصلا کنفیکون شد. ارادتون دارم. لیزاده بزاد سخت اولا چه خبر آقای شنانی؟ خوبی الان سلامتی برقراری؟ من قبلی رو ذخیره کردم، الان درخواستم برای دکتر داودی دادم، برای دکتر تنوری هم درخواست دادم، اگر لطف بکنن به صدا وصل بشن ممنون میشیم. سلام آقا. سلام سلام آقای فلاحی، سلام آقای دکتر کماندار، سلام دوستان. آقای دکتر تنوری موقعیتش رو پیدا نکردن که تشریف بیارن؟ والا من الان بهش هم زنگ زدم، الان هم براش درخواست فرستادم، گفت کمی گوشی شارژ بگیره، اون سری زنگ زدم وصل میشم. با امید خدا. خب ما در خدمت شما هستیم جناب آقای تنوری. من الان درخواست دادم، نمیدونم چرا تشریف نیاوردن. حالا احتمالا از لایف خارج شدن. اگه میتونید شما یه تماسی باش بگیرید که ملحق بشن به جمع ما. خب دوستان محبت تو فرمایید لایف برای آقای دکتر داودی بفرستین. پیام تشریف دارن یا درود بر آقای نجاتپور. آقای مرادی محبت کنین یه تماسی برقرار بکنین، انشاءالله که آقای دکترم بیان و منم لایو مجدد براش فرستادم، چون نمیشه در حین به قول معروف لایو تماس بگیری، کلا لایو قطع میشه. آقای شنان بله، گفتم شاید گوشی دیگه دم دست شما باشه. من واقعا نمیدونم آقای دکتر تنوری چرا اصلا بعد قولی تو ذاتش نبوده، حالا چرا یه اتفاق افتاد و نتونست به جمع ما بپیونده. دیگه کم سادتی از ما، وگرنه ایشان که بزرگ بولن و پیش آمده بود به صدای مشکلی براش هم پیش آمده بود و مجبور شده بود که سفر بره، یعنی از شیراز حرکت کرده بود بنده خدا و آمده بود به سمت شمال رفته بود. من الان این سومین باریه که دارم برای دکتر داودی درخواست میفرستم. تا آقای دکتر تنوری ما ایمان فعلا جول یکی ادامه بیمن من نیدارم شب آقای آزاد بخت به ما افتخار ندادن دی اتمالا جای مناسب نویه حتما سازه در برنامه ایلتر تشریف هم آره انشالله. ولی آقای تناز لکستان آقای عزیزی هم انصافا شاعر توانمنده که و شعرالی مخوانه به گویش
کودرسی و دلفانی خیلی جالبه. ای کاش که ایشان این تشریف بیارسای و کمی شعر اون بخوانای میکه ایم شو کمی کم محبتی کرده هشبی تشریف نیارسی. آقای ببخشید آقای مومیوند، آقای مومیوند میتونی تشریف بیاری بالا؟ آقای مومیوند اگه میتونی تشریف بیاری یه کامنتی محبت رو که بنویس. آره آقای مومیوند باری میبان آقای چنانی خیلی جالبه. درود آقای مرادی سلام. شاید آقای مومیوند، آقای مومیوند کل وزن بازرگانه، شاعره، ترانه مخوانه، تقلید صدا مکه و یه هنرمند به تمام معنای. آره لطفا فارسی صحبت کنیم، ما لیکی متوجه نمیشیم. چشم مهدی پردوش صدا لک نیستن در جمع ما های پاقدم، من بخاطر همی بود که استقرار کردم دوستان عزیز فارسی صحبت کنم. بله بله دقیقا بله. دو بیتیل آقای عزیزی هم انصافا شنفتن داره. آقا دوباره رفتید به کانال لکی های پاقدم؟ نه آقا دوستان میگن فارسی صحبت کنین. چشم آقای چنانی، من 5 دقیقه بیشتر فارسی صحبت بکنم کلن سیستم من به هم میریزه، یعنی ساختار من برای لکی فقط در شده. تازه دوستان هم ایراد میگیرن میگن لکی که شما صحبت میکنین لکی نیست. حالا من هم در صدد بهبود بخشیدن به زبان اصیل لکی هستم، انشاءالله بتونم درست من بعد بهتر صحبت کنم. نمیدونم چرا نوشته های چند شما نکرسید. ما همه اقوام دوست داریم. من از طرف از یه ما اصالت خانوادگی مانایم، چون خیلی از دوستان صحبت کردن همونطوری که از فامیلی ما مشخصه، ما اصالت ما بچه چنانی کرمانشاه در 3 نسل قبل از من، یعنی جد من به منطقه به اصطلاح دینور کوچ کرده و در اونجا به اصطلاح ساکن بودن و تقریبا میشه گفت که 3 نسل ما الان در دینور ساکن هستن. دینور هم جز مناطق لک محسوب میشن، اصلا زبان دینور لکی هست و دقیقا. این توضیحی بود که خدمت دوستان عزیز دادم که اونایی که سوال میپرسن بدانن. حالا منم اینه بگم آقای چنانی، شاید شما خودتون دوست نداشته باشین بگین ولی من بگم. بفرمایید. دقیقا آقای چنانی به زبان فارسی، به زبان لکی، به زبان کردی کرمانشاهی و سورانی مسلط هستن، لکی و از من قشنگتر صحبت کنه. اینم جهت اطلاع دوستان از لطف. به دلیل این بوده که من با دوستان زیادی در نقاط مختلفی ارتباط داشتم و چون همه رو خیلی دوست دارم و واقعا هم علاقه دارم به گویش ها و زبان های مختلف، سعی کردم یاد بگیرم و یاد گرفتم. اولین باری که کردی فکر کنم صحبت کردم به سالها پیش برمیگردم. من به دلیل موقعیت شغلی پدرم در ایلام زندگی کردیم تا زمانی که به اصطلاح دیپلم گرفتم. در ایلام بودیم، من زبان کردی ایلامی رو مثل زبان مادریم صحبت میکنم. اولین بار چون تو خانواده من کلن فارسی صحبت میکنیم، اولین بار من زبان کردی رو که صحبت میکردم کردی ایلامی بود که با بعضی از همکلاسیام صحبت میکردیم. بعد دیگه ما آمدم کرمانشاه و منزل ما که برگشت به کرمانشاه و در روزنامه جمهوریت مشغول به فعالیت شدم، به دعوت آقای مادیدین باقی من رفتم تهران و روزنامه جمهوریت اونجا شروع کردم به کار کردن. یک صفحه ای را ما اونجا را انداخته بودیم تو روزنامه جمهوریت به نام صفحه اقوام. یکی از مسئولین صفحه و از فعالان صفحه کرد مهاباد بود. یه روز همینجوری بهش گفته بودم که فلانی هم کرد است، آمد با من مهابادی صحبت کرد. من متوجه نشدم، خیلی راحت فارسی بهش گفتم که من متوجه نمیشم. خندید و گفت که شما کرد پلاستیکی هستید.
من همین عجب. مسئله باعث شد که من کردی سورانی رو به طور کامل یاد بگیرم. تقریبا 5-6 ماه بعد از این قضیه بود وقتی وایسادم و باهاش شروع کردم به کردی صحبت کردن. کردی سورانی خیلی براش جالب بود. ما در یک مراسمی در تهران یک جریانی راه افتاده بود تو فعالیت های سیاسی ما. البته اینم بگم تو جون من اصلاح طلب بودم، از هیئت مؤسس اصلاح طلبان کرد بودم و عضو هیئت مؤسس جبهه متحد کرد که در کرمانشاه شکل گرفته بود. البته یه جریان سراسری بود اما در کرمانشاه شکل گرفته بود. اون زمان آقای مهندس بهادی ندب خدا بیامرز نماینده 4-5 دوره سنندج بود با آقای دکتر صالح نیکبخت، دکتر بایزید مردوخی، اینا پایه‌گذار این جریان جبهه متحد کرد بودن که در اصطلاح زبان به اصطلاح سورانی برای یک گردوی کرد معروف بود. ما اونجا هم به اصطلاح فعالیت داشتیم و در مراسمی که در نظام مهندسی ایران همین جبهه را انداخته بود اونجا صحبت کردیم. من بخشی از صحبت‌های خودم به ایلامی، بخشی به لکی، بخشی به کردی کرمانشاهی، بخشی به سورانی صحبت کردم و مورد توجه های بهادی ندب قرار گرفت و خیلی به اصطلاح با من ارتباط خوبی داشت. حتی برای سر نهار هم از من خواست که حتما سر میز ایشان بشینم و با ایشان نهار بخورم. من خیلی احترام زیادی برای مهندس بهادی ندب قائل بودم. انسان بسیار بزرگی بود، با اینکه اصولگرا بود ولی انسان بسیار بزرگواری بود و من همین مسئله باعث شده بود که من به گویش های مختلف، زبان های مختلف آشنایی پیدا بکنم. درود، خیلی هم عالی آقای چنانی عزیز. همجوری که استظهار دارین، افرادی که توانایی اینو دارن که زبان های بیشتری رو یاد بگیرن، یعنی خود ارتباط بهتری با دنیای پیرامون خودشون میگیرن و این خیلی جالبه. وقتی که شما آذری نیستین ولی میتونین کلماتی از آذری رو با یک دوست آذری زبان حرف بزنیم، ناخود آگاه یک مهر و محبت بیشتری به وجود میاد. یعنی اون دوستی، اون رفاقت یه جوری عمیق‌تر و واقعی‌تر میشه. به نظر من این یه امتیاز هست، کسی بتونه به زبان‌های مختلفی غیر از زبان مادری خودش صحبت بکنه. آیه پا قدم، مثل اینکه آیه دکتر تنوی اینترنتش واسه نیست و آقای دکتر داوودی هم به اصطلاح تشریف ندارن. اگر بشه ما در حد یک 10 دقیقه یک رو دوستانی که در حوزه فرهنگی لک فعال هستن، شعرها، هنرمندانی که اصلا شما میشناسید، دعوت کنیم چند دقیقه بیان بالا و ما در خدمت شما باشیم. من عرضم کردم فردا شب اگر بشه، چون تعطیلم هست روز جمعه، ما در خدمت دوستان مجددا خواهیم بود و اگر بشه لایو ادامه خواهیم داد. من یک نکته ای خدمت شما و دوستان عزیزمان اشاره بکنم. یکی از بزرگترین معضلات و مشکلاتی که در بین مردم غرب کشور و زاگرس هست، مشکل هویت و خجالت کشیدن به از این موضوع که با زبان مادری صحبت بکنم و این خیلی ضربه بزرگی به فرهنگ ما و اشاعه فرهنگی ما زده. من خیلی جاها دقت کردم، مثلا طرف لک، کرد، به اصطلاح ایلامی یا گویش های مختلف، زبان های مختلفی که هستن، خجالت میکشن در یک جمعی به زبان مادریشان صحبت بکنن. اما یک نکته خیلی برای من جالبه، ببینید، شاید بارها برخورده باشید به دوستان و هموطنان آذری زبان ما. وقتی به شما میرسن، ما به هم که میرسیم اول با زبان فارسی صحبت میکنیم. اگر متوجه بشیم طرف مقابلمون به اصطلاح هم زبان، هم تبار ما هست، شاید بیایم رو زبان به اصطلاح مادری خودمان و شروع بکنیم صحبت کردن. اما شما به یه آذری که برخورد میکنی، حتی فارسی بهش میگی من ترکی رو نمیفهمم، من آذری رو نمیفهمم، باز اصرار داره برای اینکه آذری با تو صحبت بکنه. من اینو بارها و بارها دیدم. همین دوستان من چون